در کشور واردات جو، ذرت و سویا با ارز آزاد هم ممنوع. یعنی اصلا یک طرف بگه من میخوام با ارز 30 تومان امروز وارد بکنم، شما اجازه واردات رو ندارید. تمام واردات باید از مبادی رسمی و در واقع با ارز دولتی انجام بشود، ولی تا دلتون بخواد در بازار نهاده آزاد وجود داره. خود ما جو رو باید بخریم 1950 تومان، دیروز خریدم آقا 9650 تومان دیروز خریدم، به خاطر که ندارم که بدم در واقع 14000 رستم و بخوام سیرش بکنم. بنظرم یک شهر ما مصرف نهاده داریم. این اتفاق کجا میاد؟ این یعنی اون جویی که با 1950 وارد شده داره تو کشور به عدد 9600 تومان فروخته میشه. یعنی این که چرا هست؟ ببین آقا نکته تخصصیه. شما امروز هر چقدر بخواید ذرت، جو و سویا آزاد هست. به صورت رسمی دارن هر روز روزانه برای شما پیامک میکنن، توی کانال‌های مختلف گذاشتن. مگه ما نمیگیم همش باید با 4200 بیاد؟ اگه همش با 4200 اومد پس این ارز آزاد چیه؟ پس چرا من گاوداریم خالی نمیمونه؟ اگر پول باشه با اون قیمت آزاد نهاده هست. این یعنی این که کسانی که وارد میکنن اون عدد و رقمی که باید به هدف بزنن نمیرسونن. و یک تقاضای دیگه هم دارم آقا، فرصت بسیار مناسبی رو تو سالهای گذشته برای نقدی شدن یارانه ها ما از دست دادیم. به هر حال هم فعل هم ترک فعل مجرمانه باید مستوجب مجازات باشه. کسانی که می توانستن در زمان مناسب در سالهای گذشته که فاصله نرخ ارز با نرخ در واقع 4200 مناسب شده بود این ارز رو در واقع برسونن به قیمت واقعیش، این کار رو نکردن و امروز این بار سنگین، این کار گزاف و این بهای سنگین رو دارن به دولت آقای رئیسی تحمیل میکنن و دولت هم واقعا یه جورایی و مجلس تو این قضیه سردرگم موندن.